اگر از این صحنه ها فیلم برداری نمی شد هیچ کس باور نمی کرد. سلام به همگی. می توانید امتحان کنید که حفظ تعادل دوچرخه بلند چطور است؟ یا اگر هلیکوپتر جلوی ماشینتان فرود آمد نترسید؟ این مجموعه را تا انتها تماشا کنید، چرا که غافلگیری های بیشتری در انتظار شماست. پس با بوداپرس همراه باشید. سگ اسکیتبورد سوار. ما می توانیم مدت ها سگ های بولداگ فرانسوی اسکیت باز را تماشا کنیم، ولی مثل این نوع صحبت کردن دیگر قدیمی شده. در ضمن سگ های این گونه به لطف آناتومی بدنشان می توانند به خوبی اسکیت سواری کنند. آنها درگ بسیار خوبی از نیروی جاذبه دارند. بعید است که سگ دیگری بتواند به این خوبی مانور بدهد. گیر ماندن. پای این دختر در بین کتاره های روی جایی گیر کرده بود و آتش نشانان قهرمان وی را نجات داد. قدم زدن با سگ. این زن و شوهر شاید بچه نداشته باشند، ولی یک سگ دارد و هر دو از دستان سگش گرفته قدم می زنن. آتش نشان. وقتی فرد آتش نشان نمیتوانند کنترل شیلینگ را بگیرد، چنین صحنه ای رخ میدهد. شاید بیخواب باشد و یا کارش بیش از حد بوده. دوچرخه بلند. تا به حال شده است که هنگام سوار دوچرخه شدن زمین بخورید؟ این هم نتیجه اش. اگر این فرد شما را در این حال میدید، قطعا به شما میخندید. این مرد به حدی در کنترل دوچرخه اش ماهر است که زمین نمیخورد. حتی زمانی که سوار این دوچرخه عجیب می شود، نمی دانیم برای چی خودش را به این همه زحمت می اندازد، ولی واضح است که منظره‌ای که با آن دوچرخه می توان دید خیلی جالب تر است. احتمالاً حس می کند که پادشاه جهان است. تفریح پاپی. این ویدیو می توانست شروع خوبی برای یک کارتون باشد. یک سگ، یک توتی و یک گروه جوجه با هم سفر می روند، ولی در واقع این یک ویدیوی معمولی است که یک نفر در چین فیلم برداری کرده است، هرچند ما نمی دانیم در چه شرایطی تولید شده است. رنگکاری منزل. این مرد تصمیم گرفته است که به جای درگیر شدن با یک نردبان قدیمی پردردسر، برای رنگ کردن خانه‌اش با روش‌های فی‌البداهه یک ساختار جدید بسازد. چی میتوان گفت؟ او یک نابغه است. به نظر کاملا کاربردی می‌آید. اسکی بازی. این طور که مشخص است، اگر چند حرکت با تخته برف نورد یاد بگیرید دیگر نیازی به آرایشگاه رفتن ندارید، ولی بدون شوخی زمانی که این لحظه را به صورت اسلو موشن تماشا کنید، ترس عجیبی به شما دست می‌دهد. نشست هلیکوپتر. معمولاً این گونه تصاویر در فیلم‌های جیمز باند دیده می‌شود، ولی در صورت واقعی یک هلیکوپتر نیز می‌تواند از روی ماشین شما هم رد شود. همچنین فرود آمدن بر روی جاده در خیلی از ایالات آمریکا قانونی است، مخصوصاً اگر موردی اضطراری باشد. هواپیمای وزیر. این اتفاق در هند رخ داده است. هواپیمای وزیر روشن نمی شود، ولی افسران پلیس آن را تله می کند که گرم شود تا روشن شود. ماشین لایک. یک حلقه مناسب برای کسانی که خیلی مایلن تا از دوستان یا عشق زندگیشان حمایت کنن، ولی پر مشغله تر از آنن که موبایل به دست بگیرن و همه پست هایشان را لایک کنن. نکته اصلی این است که قدرت این ابزار را به خوبی تنظیم کنید، در غیر این صورت ممکن است صفحه موبایل را بشکنید. قایق سواری در یخ.
اگر سرما شما را نمی ترساند می توانید قایق تگ نفره و دوربینتان را بردارید و به گشت و گذار در میان یخهای آیسلند بپردازید. این منظر حتی از طریق صفحه موبایل هم می تواند نفسگیر باشد. حالا تصور کنید از نزدیک چیگونه است. رقص. احتمالاً تصورتان از رقص با ستون چیزی دیگر است، ولی برقکارها هم هر از گاهی نیاز دارند تا در طول یک شیفت کاری سنگین تفره کنند. به هر حال کی گفته که مردها نمیتوانند برقصن؟ الان در قرن 21 نمایش با فنر. باور این سخت است که این ویدیو دستکاری نشده است، ولی این فیلم واقعی است. این مرد به طرز بی‌نظیر در کارش حرفه‌ای است و با چنان سرعت بالای این فنر را به حرکت در می‌آورد که چشم‌های ما قادر به همراهی نیستند. رقص با گارد. هیچ چیز نمی‌تواند هیچ احساسی را در آنها برانگیزد، ولی این دختر به خوبی توانست توجه نگهبانان امنیتی را جلب کند و یک رقص دو نفره پر هیجان را شروع کند. در یک فیلم تلویزیونی با موضوع دزدی این دختر به خوبی می‌تواند حواس همه را پرت کند. در یک فیلم تلویزیونی با موضوع دزدی این دختر به خوبی می‌تواند حواس همه را پرت کند. نزدیکی با هواپیما. به نظر می آید خلبان از این تکنسین های پرواز خوشش نمی آید، ولی واقعا تقصیر خلبان نیست. کارمندان خط پرواز باید بدانند که نزدیک بودن با موتور اصلا ایده خوبی نیست. نمایش هوایی. چطور می توان تماشاچیان یک نمایش هوایی که از برنامه های هواپیما های جنگی قدیمی خسته شده آن را تحت تاثیر قرار داد؟ خب برای مثال می توان برنامه را به زمین آورد و آن را به آتش کشید. بالا رفتن از پایه. این مرد احتمالاً خیلی با دقت آناتومی پرندگان و دیگر حیوانات را بررسی کرده است و بعد تصمیم گرفته است تا این ساختار را بسازد تا بتواند از بلندترین ستون‌ها بالا برود. حتی وولورین هم به این پنجه‌ها حسادت می‌کند. این سگ برای راه رفتن نیازی به افسار یا پاهای جلویش ندارد. مایلیم بدانیم که عابران پیاده چطور به چنین اتفاق غیر معمولی واکنش نشان دادن. شاید این سگ حتی بتواند دستگیره مترو را هم بگیرد. اسکی رایگان. این اتفاق زمانی می افتد که شما خیلی زیاد مایلی تا با دوستانتان اسکی کنید، ولی بخش کرایه اسکی تعطیل است. برای ما سوال است که ترمزهای این ساختار دقیقاً کجا هستند؟ پرتاب به سبد. اگر به نظر شما گلف معمولی خسته کننده است، این گلف را تماشا کنید که به نظیر است. در این ورزش بازیکن یک دسک مخصوص را به طرف سبد پرتاب می کند و سعی می کند تا فاصله میان هدفهای متفاوت را در کمترین زمان سپری کند و به نظر می آید این مرد واقعا حرفه‌ای است. فقط ببینید که چگونه هدف را مورد حسابت قرار داد. گاو روی دوپا. واضح است که این گاو تمرینات زندگی در حیات وحش را گذرانده است. هر حیوانی نمیتواند این چنین حرکات را انجام دهد. حشره بدمزه. ممکن است فکر کنید که این حشره مزه خوبی نداشته است و به همین دلیل است که قورباغه‌ان را تف کرده و بیرون انداخت، ولی احتمالاً موضوع این نیست. بعضی حشرات در موقع اضطراری یک ماده سمی را وارد دهان دشمن میکنند و شکارچی را مجبور به پس زدن غذا میکنند و این استراتژی بدون نقص عمل میکند. بازیگران خیابانی. تا به حال بازیگران خیابانی را دیده اید که نقش مجسمه را بازی می کنند؟ واقعا اینها مانند شعبده باز یا ابرقهرمان هستند، ولی در پس توانایی هایشان حقه هایی هم وجود دارد، مانند ساختارهای فلزی و تکیگاه های مخفی. ولی اگر اینقدر واقعی به نظر می آید چه اشکالی دارد؟ خب دوستانم، کدام یکی برای شما جالب بود؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.